دیپلماسی از نو بایدن. 5 شهروند آمریکایی زندانی در ایران از زندان به حبس خانگی فرستاده شدند. یک قدم نزدیکتر به آزادی ظاهراً در ازای حدود 6 میلیارد دلار احتمالاً از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی. دیپلمات ارشد ایالات متحده آن را گامی مثبت توصیف کرد. ایران هیچ گونه تخفیف تحریمی دریافت نخواهد کرد و در هر حالتی که ما چنین تلاش‌هایی را برای بازگرداندن آمریکایی‌ها از ایران بخوان انجام دهیم، از دارایی‌های خود ایران استفاده می‌شود که به حساب‌های محدود منتقل می‌شود، به طوری که این پول‌ها فقط برای اهداف بشردوستانه قابل استفاده باشند. در این حال وزارت خارجه کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد امیدوار است موضوع وجوه مسدود شده ایران در این کشور به راحتی حل شود، ولی در مورد تبادل زندانی‌های آمریکایی در قبال این وجوه اظهار بی‌اطلاعی کرد. مشخصات شهروندان آمریکایی از این قرار است: سیامک نمازی 51 ساله مدیر حوزه انرژی که سال 2015 دستگیر و به 10 سال زندان محکوم شد. سال 2016 باقر نمازی پدر سالخورده او که برای ملاقات با سیامک نمازی به ایران رفته بود دستگیر شد، ولی کمی بعد برای دریافت کمک‌های پزشکی آزاد شد و از ایران رفت. مراد طاهباز 67 ساله فعال محیط زیست. او سال 2018 بازداشت شد و حکم 10 سال زندان برایش صادر شد. و تاجر 58 ساله عماد شرقی که سال 2018 در ایران دستگیر شد و به 1 دهه زندان محکوم شد. نام یا مشخصات 2 شهروند دیگر آمریکا منتشر نشده. با این حال این افراد به آمریکا باز نگشتند و جزئیات دقیقی از توافق احتمالی بین ایران و ایالات متحده در دست نیست. انتشار این اخبار و اظهارات بلینکن واکنش مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا را به دنبال داشت. آزادسازی 6 میلیارد دلار برای قصاب‌های تهران فقط در ازای انتقال گروگان‌های آمریکایی از یک زندان به نوعی زندان دیگر یک توافق وحشتناک است. ایران نباید از گروگانگیری آمریکایی‌ها بهره ببرد. از سوی دیگر تام کاتن سناتور جمهوری خواه آمریکا آزادی زندانیان آمریکایی در قبال پرداخت 6 میلیارد دلار را مماشات خواند و گفت این اقدام فقط موجب افزایش گروگانگیری خواهد شد. تحولاتی مهم در روابط بین ایالات متحده و ایران پس از مدت‌ها مذاکره بی‌نتیجه. زندانیانی که پس از چند سال در آستانه بازگشت به خانه هایشان هستند و نگرانی از هزینه گزافی که شاید بایدن برای آزادیشان پرداخت کرده باشد. هومن میرقاسمی، لندن.